واسه درست کردن یه اشترودل خوشمزه اول یکم روغن میریزیم تو مایتابه، یه پیازو که نگینی خرد کردیم هم بهش اضافه میکنیم و یکی دو دقیقه این تفتش میدیم. بعدش نصف قاشق چای خوری زردچوبه به پیازا اضافه میکنیم و هم میزنیم. حالا یه قاشق چای خوری نمک و نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه هم میریزیم و همشون میزنیم. بعدش 100 گرم گوشت چرخ کرده رو به پیازا اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم تا وقتی که رنگ گوشت چرخ کرده مون عوض بشه. وقتی هم که گوشت چرخ کرده مون یکم پخت، حدوداً دو قاشق غذاخوری فلفل لومی رو که نگینی خرد کردیم میریزیم توش و یه دقیقه تفت میدیم. بعد یه دقیقه حدوداً 150 گرم قارچ رو که ورقه خرد کردیم هم میریزیم و با حرارت نسبتاً بالا تفتشون میدیم تا وقتی که آب قارچه کشیده بشه. آخر سر هم نصف قاشق چای خوری آویشن میریزیم و هم میزنیم. بعد موادمون رو از رو حرارت برمیداریم. حالا از اون طرف یه خمیر هزارلا رو که از یکی دو ساعت قبل از فریزر در آوردیم و یخش کامل آب شده رو باز میکنیم. بعدش همونجور که تو تصویر میبینین یکم کالباس میچینیم وسط خمیرمون. بعد روی کالباسا دوتا پنیر ورقه یه چدار میذاریم. حالا از اون ترکیب قارچ و گوشتی که درست کرده بودیم میریزیم روش. بعد یه مقدار پنیر پیتزا هم میریزیم رو موادمون. دوباره یکم کالباس میچینیم و بازم از اون ترکیب قارچ و گوشتمون میریزیم روش. واسه لایه آخرم دو تا ورق پنیر چدار میذاریم و میریم سراغ پیچیدن اشترودلمون. واسه پیچیدن اشترودل اول دو تا قسمت کناری خمیر رو جدا میکنیم و میذاریم کنار. بعدش دو طرف خمیر رو نواری برش میزنیم جوری که حالت اوریب داشته باشن. وقتی هم که رسیدیم به تیکه آخر خمیرمون اون قسمت های کناریش رو جدا میکنیم. بعدش هم طبق ویدیو شروع میکنیم به پیچیدن اشترودلمون. حتما هم سعی میکنیم که خمیر رو محکم بپیچیم تا موادمون از توش بیرون نریزه. آخر سرم واسه خوش رنگ تر شدنش و این که خمیرها خوب به هم بچسبن یه دونه تخم مرغ رو میشکنیم و خوب هم میزنیم. بعد میمالیم روی اشترودلمون. حالا اشترودل رو میذاریم تو فری که از قبل گرم کردیم تا با دمای 200 درجه حدودا نیم ساعت تا 40 دقیقه بپزه. اگه دوست داشتین روشم گریل کنین تا خوش رنگ تر بشه. و تمام، اینم از اشترودل خوشمزه ما. حتما درستش کنین که خیلی خوشمزه و راحته. نوش جونتون.